ترکیه هشتمین روز پیاپی مواضع نیروهای بومی در شمال سوریه را گلوله باران کرد. روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت داده که حرکات ترکیه را محکوم می‌کند، اما فرانسه و آمریکا مخالفت کردند. رئیس جمهور آمریکا با همتای ترکیه‌ای خود تلفنی گفتگو کرده و طرفین را به خیشتنداری فراخوانده. ظاهراً اوباما به اردوغان اجازه تحرک جنگی بیشتر نداده. اردوغان گفته کشورش به تنهایی وارد عملیات زمینی در سوریه نمیشه مگر اینکه آمریکا و دیگر کشورها هم شرکت کنند. از جانب دیگر وزیر امور خارجه عربستان گفته کشورش به زودی موشک‌های زمین به هوا به دست مخالفان دولت و تروریست‌ها در سوریه خواهد رساند، اقدامی که هدفش هواپیماهای جنگی روسیه است. انتقاد رئیس جمهور ترکیه از آمریکا: چرا کردهای سوریه را تروریست نمی‌خوانید؟ دو روز پس از انفجارهای ترکیه و تشدید حملات ترکیه به مناطق مرزی کردنشین سوریه به بهانه دست داشتن مردم این مناطق در انفجارهای آنکارا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت از ترکیه می‌خواهیم حملات توپخانه‌ای در مرز با سوریه را متوقف کند. ما در جایگاهی قرار نداریم که ادعاهای مقامات ترکیه رو مبنی بر دست داشتن کردهای سوری در انفجارهای آنکارا تایید یا رد کنیم. از ترکیه می‌خوایم فوراً حملات توپخانه‌ای به مرز رو متوقف کنه تا تنش‌ها کم بشه. موضوعی که واکنش رئیس جمهور ترکیه را به دنبال داشت. من مجبور نیستم به چنین شخصی پاسخ دهم. من تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا خواهم داشت و این مسئله را ارزیابی خواهیم کرد. این مسئله ربطی به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نداره. ما بسیار ناراحت هستیم که غربی ها با وجود مدارکی که در اختیارشون قرار دادیم همچنان ما رو درک نمی کنند. با اینکه رئیس جمهور ترکیه از شناسایی و دستگیری عاملان انفجارهای آنکارا گفت و اوضاع را تحت کنترل خواند، اما رئیس حزب جمهوریت خلق گفت کشورش به حمام خون تبدیل شده و دولت مقصر است. قلب من پر از درد است و همه ما شوکه شده ایم. فقط می توانم یک چیز بگویم و اون همین که کشور درست اداره نمی شود. دوستان عزیز، این کشور خوب اداره نمی شود.